بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. در آستانه هشتمین سالگرد عروج ملکوتی حبیب دلها، سردار خدوم و بزرگوار لکزائی قرار گرفته، ضمن اینکه این زایعه سنگین رو به فرماندهی کل قوا و به سبز پوشان غیرتمند نظام و به همه نیروهای مسلح و به همکاران عزیز و به همرزمان شریف و به همشهریان و هم استانی های گرامی او و هم به خانواده مکرمه و فرزندان برومندش، اخوی شریفش به نوعی تعزیت و تسلیت داریم، از ذات اقدس ربوبی درخواست داریم که خلاء وجودی این عزیز رو فرزندان برومند او بتوانند به نوعی پر کنند. شهید بزرگ بار لکزائی از سال 80 که من ورود به این استان پیدا کردم، جایگاهی رو که در بین نیروهای مسلح خاصه سپاه پاسداران در این استان داشت، فراوون افکار عمومی و افکار برادران سپاهی بر اون تعلق داشت که ایشون فرماندهی استان رو به عهده بگیره، ولی به خاطر جانباز بودن، ناتوانایی‌های جسمی در اثر جانبازی و برخی از مصالح منطقه‌ای این کار عملیاتی نشد. ولی رکن دوم سپاه در داخل استان ایشون قلمداد میشد. رکن اول عزیزانی بودند که از جای دیگه می اومدن، رکن دوم ایشون در تشکیلات این سبز پوشان بود که در واقع در بین نیروهای سپاهی درون استان سیستان و بلوچستان این رکن اول قلمداد می شد. کارهایی که نیاز داشت به جلب حمایت مردم، مثل ستاد اقامه نماز، مثل امر به معروف و نهی از منکر، مثل کانون مهدویت، که این عناوینی‌اند که فوق برنامه برادرای ما قلمداد میشد، اما از یک عقبه قوی و پایگاه مردمی میبایست فرد مسئول برخوردار میبود تا بتواند بسیج نیرو رو در راستای احیاء معروف و اماته منکر، در راستای منتشر کردن فرهنگ مهدویت و در راستای اقامه نماز انجام بده. در اون برهه از زمان ما از سردار بزرگوار لکزائی برای این کار نیروی مناسبتر نمی دیدیم و بر همین اساس مزاحمت برای این بزرگوار فراهم می شد تا از پتانسیل این بزرگوار، از موقعیتش، از ظرفیتش، از قابلیتش در انجام این رسالت های گوناگون استفاده بشه. شهید لکزائی از اون عزیزانی بود که بر تارکش مسئله جانبازی انقلاب نمایان بود. چطور رهبری معظم انقلاب یه دست شریفش بر اساس این جایگاه برای عموم مردم نمایانه، یه چشم مبارک این شهید بزرگوارم در راستای همین هدف و در مسیر الهی
در تحقق آرمان نظام مکتبی ما هدیه نظام شد، علاوه بر اون شیمیایی بودن و آثار تلخ شیمیایی در درون داشتن و که به قول برادر بزرگوارش آقای دکتر لکزایی هر وقت میخواست مسافرت بره میبایست انبوهی از داروها رو در درون کیف سامسونتش نگه میداشت که با دارو بتونه حرکت کنه. سالها رنج جانبازی رو بر خودش تحمیل کرد و تحمل کرد و افتخار جانبازی رو با خودش نگه داشت تا النهایه عطیه الهی به نام شهادت نصیب او شد و امسال هشتمین سال عروج ملکوتی اوست و برای او ما مقام والای الهی رو درخواست میکنیم و برای بازماندگانش مسئله حفظ این تراث گرانبها و گذاشتن پا به جای پای این ابرمرد خدمت و غیرت و حمیت و وحدت و جوانمردی رو. و السلام علیکم و رحمت الله.